پیروز زوکنگ، فعال سیاسی چپ، ساکن بروکسل، پایتخت بلژیک رو پای خط اسکایپ داریم و می‌خوایم در ارتباط با حالت فوق‌العاده ضد تروریستی که در بلژیک به ویژه در پایتخت اون بروکسل ایجاد شده با پیروز زوکنگ گفتگو کنیم و از ایشون در ارتباط با آخرین اخبار و وقایع مربوط به این مسئله و اینکه جنبی که ایجاد شده چه تأثیرات منفی روی زندگی پناهندگان و مهاجرین به اصطلاح خارجی به جای گذاشته و داره میذاره و چقدر این جنب کمک کرده به اوجگیری راسیسم و جریانات دسترسی فاشیست. پیروز زوکنگ عزیز، من بهت خوش آمد میگم که با بینندگان تلویزیون برابری حول این مسئله میخوای گفتگو کنی. لطفا اگه میشه ما رو از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به این مسئله آگاه کن. بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون برابری و متشکرم از اینکه این فرصت رو ایجاد کردی که مدتی رو در خدمت باشیم در رابطه با گزارشی از وضعیتی که بعد از ترورهایی که کشتار و جنایتی که در 13 نوامبر در پاریس انجام گرفت. بعد از اینکه اون ترورها انجام گرفت، با اطلاعاتی که نیروهای امنیتی پاریس و کلا فرانسه به دست آوردن و متوجه این شدن که اون گروهی که اون شب عملیات رو انجام دادن عمدتا به وسیله طراحانی که در بروکسل زندگی کرده بودن، حالا به طور کامل یا از بروکسل یا بلژیک به اونجا منتقل شده بودن یا در سطح به اصطلاح اون هدایتگران اصلیشون، داستان به این سمت سوق پیدا کرد. البته خب میدونید اون شب مردمی مورد هجوم و جنایت قرار گرفتن و کشتار شدن که در یک روز آخر هفته محسوب می شد تقریبا و مردمی که 5 روز کار دائم انجام داده بودن، کامل انجام داده بودن، معمولا رسمی که میرن روز جمعه رو شب برای یه مقدار استراحت کردن در جاهای مختلف، کنسرت، رستوران ها و جماعت وسیعی هم که رفته بودن به شکل تماشای فوتبال، اینا متاسفانه در اونجا دیگه هیچ مسئله جداسازی نژادی، ملی، مذهبی و فلان اینا مطرح نبود. یعنی مردم عادی که برای شادی و وقت گذرانی وقت رو وقتش رو به قول معروف صرف می‌کردن مورد هجوم واقع شدن و کشتار شدن به دستان بسیار مردم عادی. این جد باعث وضعیت باعث شد که نیروهای امنیتی رژیم به دولت بلژیک متوجه قضایا از جانب بلژیک هم بشن و به این خاطر بر مبنای اون شناخت یا شناسایی هایی که انجام گرفته بود، اطلاعاتی که داشتن، اومدن در خود بلژیک توی اون مناطقی رو که مد به نظر شما در رابطه با مسئله به طور مشخص یکی از کمونهای اصلی چنگانه بلژیک مولنبک نامیده میشه هجومشون رو آوردن اون منطقه. من اول یک آشنایی تقریبا مختصری بهتون بدم در رابطه با منطقه این کمون. تقریبا این کمون یک حجم وسیع جمعیتی رو در خودش جا داده، یک تراکم جمعیتی نسبتا بالایی رو داره، علل خصوص مسلمانانی که در اون منطقه ساکن هستن و البته اینجا کمون ها میتونه به اصطلاح حالت های متفاوتی در یک کمون وجود داشته باشه، یعنی به لحاظ طبقاتی سطح پایین و بالا متوسط میتونه پراکنده باشه توی کمون که در رابطه با مولنبک هم این صدق میکنه و به خصوص ولی اون منطقه‌ای که میشه مسلمان نشین هستن و اون مناطق بیشتر مد نظر نیروهای امنیتی اینجا بود، واقعا از حجم بالایی از مردم برخوردار و مسلمان نشین که تقریبا میشه گفت که به لحاظ طبقاتی و بافتشون واقعا دچار
مشکلات معیشتی و اینها هم هست واقعیت و عمدتا شامل جماعتی هستن که از شمال آفریقا به طور مشخص که اکثریتشون از مراکش هستن تشکیل پیدا میکنن. نیروهای امنیتی بلژیک به اونجا هجوم آوردن، اصلا فردای همون روز در پی پیدا کردن افرادی بودن که در اون بازمانده های اون کسانی که در اون عملیات پاریس شرکت کرده بودن و احتمالا در ارتباط با اون گروه کانال های دیگری که به اصطلاح میتونسته در اینجا در ارتباط با اونها باشه. ولی کلن حالا به غیر از اون 24 ساعت اولیه که در یک منطقه به طور مشخص متمرکز شدن و فکر میکردن در اونجا میتونن کسایی رو که به نظرشون بود پیدا کنن، که اون نفرات اصلی رو در اونجا پیدا نکردن، چنانچه حتما شما هم شنیدید و بینندگان شما شنیدن در عملیات دیگری که در پاریس انجام گرفت به طور مشخص بزنن اون فردی که جو به نام مربوط در همون عملیات بعدی توی پاریس کشته شد. گفتن که یعنی خیلی از طریق فقط نگاری متوجه شده بودن، چون خیلی به صدا متلاشی شده بوده فهمیده بودن کجاست، ولی خب در طی این عملیات که احتمالا شناسایی های قبلی هم قصدا قبل از این عملیات شاید نیروهای امنیتی بنا به اون موقعیتی که دارن در رابطه با ترتیب جمعیتی اینجا خب انجام داده بودن، یک عده این تسکیل کرد. این ها یه طرف قضیه است، ولی اون موقعیت که از اون کلن بروکسل رو توی 7-8 روز گذشته با اون درگیر بوده یک وضعیت بسیار بسیار سنگین امنیتی بوده که در اینجا حاکم بوده. از نظر موقعیت اضطراری شماره 4 رو در اینجا اعلام کردن که تا دوشنبه هفته آینده ادامه داره. تا امروز تمامی متروها تعطیل بوده، ترن‌های شهری هایی که بخشی رو در بالای در خیابان‌ها به اصطلاح بخشی رو رد میشن امکان تردد داشتن، جاهایی که به زیر زمین میرفتن اونا رو بسته بودن، مترو هم که عرض کردن به طور کامل بسته بود. بعد مراکز تجاری تقریبا میشه جاهایی که تمرکز جمعیتی زیادی انجام میگیره اونجا هم بسته شده بود، ارزم حضورت شاپینگ ها به طور کامل بسته بود، سالن های ورزشی به طور کامل بسته شده بود، دانشگاه ها تعطیل بود، مدارس تعطیل بود و هر چی تونست یک جمعی رو در خودش جا بده تعطیل. حتی فروشگاه های بزرگ زنجیره ای فرض کنید اکثریتشون تعطیل بودن تا امروز. البته این رو هم عرض بکنم که این عمدتا در رابطه با بروکسل شاب مثلا مشخصا انجام گرفته بود این وضعیت، ولی اون حالت اضطراری در رابطه با کل بلژیک صدق میکنه. به هر حال این موقعیت باعث این شده که شما توی شهر بروکسل رو کاملا به شکل امنیتی مثل یک حکومت نظامی ببینید که نیروهای نظامی همه جا مستقر هستن. حالا از این مسئله واقعیت خیلی وسیع بگذاریم، ولی مهمتر از آن اینه که این وضعیت چه تأثیری گذاشته. واقعیت هم اینه که به نوعی شاید در جماعت عامی اینجا میتونه خیلی تاثیر منفی در رابطه متاسفانه در رابطه با خارجی ها به اصطلاح گذاشته باشه. از جایی که دیده میشه مردم خیلی مضطرب هستن، نگرانن، مردمی که به خصوص سن بالایی رو دارن، مسلم های اینجا که تجربه های تلخ و شاید خیلی هاشون نسلی هستن که اون جنگ جهانی گذشته رو دارن، آخرین جنگ رو به قول معروف، و الان به یه جایی رسیدن که حتی یک عده اینا به حدی این وضعیت رو امنیتی رو سنگین میبینن که حتی دنبال تهیه آذوقه وسیع برای به اصطلاح انبار کردن در منازل خودشون میبینن. چنین وضعیتی، چنین جدی رو ایجاد کردن طبیعتا میتونه در رابطه با خارجی ستیزی و کلن رشد راسیسم، رشد یک به اصطلاح به نوعی شاید آدم احساس بکنه اون گام های
واقعا فاشیسم رو به اصطلاح به نوعی دیدن، این توی جامعه خیلی به اصطلاح تقریبا مشهوده. عرض کردم به خاطر به خصوص اون جماعتی که وحشت دارن از این وضعیت و به نوعی این رو در برخوردشون خواهناخواه، حالا نه به شکل مشخص رو در رو، ولی احساس میشه که در رابطه با مسئله خارجی، ترس از خارجی، ترس از به خصوص با جبی که اخیرا ما اخیرا توی این 3-4 هفته اخیر گذروندیم، اون موج وسیعی که جماعت به اصطلاح خارجی هایی که وارد اروپا شدن و بخش قابل توجهش هم به بروکسل رسیده بودن، به بلژیک رسیده بودن، به همین مردم در رابطه با کمک به اونها به خیابان‌ها اومده بودن، حمایتشون کردن، آذوقه براشون آورده بودن، امکانات، ولی متاسفانه با این جو بسیار سنگینی که ایجاد کردن این شکل تغییر پیدا کرده، به این شکل پیش نخواهد رفت اگر این ادامه پیدا بکنه. و متاسفانه مهمترین بخشی که اصلا اینجا مطرحه، علاوه بر این صورت مسئله رو به این شکل ایجاد کردن بدون اینکه پاسخگویی یا جایی اصلا بذارن که این جماعتی که این وضعیت رو میبینن، این که از جانب یک جریان آدم ها رو مرتجه این چنینی مورد هجوم قرار گرفتن مردم عادی، این سوال براشون باقی بمونه که یا سوال ایجاد بکنه که خب این گروه رو کی به وجود آورد؟ این جریان رو کی به وجود آورد؟ با چه امکاناتی؟ چه قدرت هایی پشت این قرار داشتن؟ چگونه اینها این امکان رو پیدا کردن در کوتاه مدت به چنین وضعیتی برسن، به چنین امکاناتی برسن که تو من منطقه ای رو توی خاورمیانه و اون وسعت در اختیار خودشون بگیرن و این امکان رو پیدا کنن که حتی توی اروپا نیرو جذب بکنن یا دارای اون امکانات باشن که در مقابل این قدرت هایی که این همون با همدیگه متحد شدن بر علیه یک گروه، پس یک گروه ساده نیست، این سوال رو برای مردم با این جبر این چنین ایجاد کردن از بین بردن. این خودش یکی از مسائلی هست که به عوض اینکه مردم رو بتونن این تفکر رو ایجاد میکنن در خودشون به خاطر این شرایط، متاسفانه و به شکلی طبیعی میبینن که این خارجی ستیزی درشون تقویت بشه. من امیدوارم این چنین نشه، ولی اون چیز طبیعی این چنین نشون میده به خاطر اینکه تبلیغات هم روش خیلی وسیعه و سعی میکنن که دولت های اینجا به خصوص من که در اینجا زندگی میکنم یا کشورهای اطراف خودم بلژیک رو میبینم، چه در فرانسه و چه جای دیگه، مثل خود فرانسه حتی به طور مشخص میبینید که اولام عوض اینکه برگرده بگه چه نقشی در رشد و تقویت این جریان داشتن، دارن در تلاش این هستن که اون آزادی های اون جامعه رو با به قول معروف امنیتی کردن، با مطرح کردن اینکه تغییراتی در قانون اساسی بدن، خارجی ستیزی رو دارن رشد میدن، محدودیت ایجاد کنن برای نیروهای چپ اونجا، برای نیروهای سکولار اونجا، برای خارجی ستیزی رو دارن ایجاد کنن. متاسفانه چنین جبهه‌ای داره ایجاد میشه. پیروز عزیز تو به دقیقاً من خواستم روی همین مداد تمرکز کنیم که به هر حال جبی که اینجوری به وجود میاد عملا میدان میده به راسیزم و راسترین جریانات، نه تنها خارجی ستیزی و پناهنده ستیزی، بلکه حتی بسیاری از آزادی ها و مبانی حقوق بشر که در طول قرنها به دست اومده بود اونها هم به بهانه حالت فوق‌العاده ضد تروریستی به صلاح زائل میشه. نقش نیروهای چپ به ویژه مثلا خود چپ بلژیک در رابطه با ایجاد آگاهی و خودآگاهی در مورد ریشه های رشد و عروج تروریسم اسلامی چقدر هست و دارن چه فعالیت هایی میکنن؟ چون یک تبلیغ سطحی اینه که آره یه عده در هوس 72 تا حوری باکره مثلا میخوان برن خودشون منفجر کنن، برن بهش به این حوریان برسن. خب این یه بحث کاملا سطحی، هرچند این جزی از ایدولوژی اسلامی هم هست. ما باید به ریشه های این مسئله بپردازیم. چپ بلژیک در مورد این ریشه ها و دلایل چی فکر میکنه و چقدر تونسته این گفتمان را ببره به میان مردم؟ تلاشی در این زمینه صورت میگیره؟
من میتونم شاید اینجوری بگم، بیشتر از اینکه بگم چپ بلژیک به نظر من کار فوق‌العاده‌ای رو هنوز انجام نداده، یعنی در سطحی نبوده و در سطحی نیست که بتونه، نکرده تا حالا که بتونه این چنین تأثیر رو در رابطه با مقابله با این قضیه بذاره. ولی میتونم بگم چه کار باید کرد که به قول معروف بتونه یک سدی باشه در مقابل این تأثیرات سویی که این وضعیت میتونه در رابطه با مردم اینجا ایجاد کنه، که میتونه در آینده به مقابله رشد راسیسم و یا رشد فاشیسم و همچنین یک خارجی ستیزی و اینها رو به قول معروف فحش بده. ما به هر حال چپ نه در اینجا، در همه جای امروزی دنیا با وضعیت، چون مسئله خاورمیانه یا مسئله داعش یک مسئله منطقی نیست دیگه، الان کشیده به سطح تمامی اونهایی که دنبال تقسیم قدرت هستن در سطح دنیا الان دخالت داره، و این مسئله مختص یک کشور دو کشور نیست، یعنی تمامی قدرت‌های جهانی دنبال این هستن که تقسیم قدرت انجام بگیر، هر کدومشون دنبال سر. الان اونجا می‌بینید با الان با ورود به اصطلاح روسیه هم که اخیراً با وسیع‌تر به قول معروف دخالت میکنه، نقش اونها رو میتونه به چه شکلی انجام بده. مهمترین مسئله که اینجا مطرحه، نقش چپ در حالت کلیش اینه که باید در جهت تقویت صدای سومی باشه که سکولار هست، برابری خواه هست، آزادی خواه هست، انسان دوست هست، باید در جهت تقویت این انجام عمل بکنه، باید بخصوص در اون منطقه‌ای که الان مردم به اون وضعیت دچار شدن و به قول معروف تحت محاصره هم هیولاهای داعشی قرار گرفتن و امثال داعشی ها که میدونید جریانات وسیعی اونجا هستن، و از طرفی هم همین عاملین اصلی اونها کشورهای امپریالیستی که اون منطقه رو به این وضعیت به قول معروف با بردن دموکراسی نامربوط و ناپسندی که به اصطلاح برازنده خودشون بوده به اون منطقه، وضعیت منطقه رو به اون شکل ایجاد کرده. ما وظیفه مچه ها به این شکل هست که باید بلندگوی صدای سوم باشیم، باید در جهت تقویت صدای سومی که عرض کردن باید باشیم، تا بتونن اونها با هماهنگی با همدیگه با یک صدا در تمامی رسولان نه تنها منطقه، در سطح جهان مقابله بکنن با دخالت هایی که کشورهای امپریالیستی در امور کشورهای مختلف انجام میدن، در جهت تقسیم به اصطلاح منافع خودشون، دست بردن به منافع مردم و این وضعیت نابسامان رو ایجاد کردن. اگر چنین به اصطلاح همصدایی در رابطه با صدای سوم انجام بگیره، این هست که میتونه آینده نسبتا روشنی رو به اصطلاح رقم بزنه برای آرامش، در آرامش زندگی کردن تمامی مردم، و الا بدون به میدان آمدن وسیع این صدای سوم ما همچنان با این نابسامانی متاسفانه مواجه خواهیم شد. تا دیروز با امثال القاعده که البته همچنان اونها هم وجود دارن، طالبان و جمهوری اسلامی و امثال امروز با داعشی ها، و این مسئله همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، چرا که این تقسیم قدرت همچنان هست و اینها همیشه به بازارهای این چنینی نیاز دارن و دنبال این قتل و جنایت همیشه خواهند بود، هستن و خواهند بود متاسفانه. خب پیروز زورچنگ عزیز از بلژیک، سپاس فراوان بابت شرکت در این گفتگو. خواهش میکنم، امیدوارم که من تونسته باشم یک مختصری در رابطه با وضعیتی که جاری هست در اینجا بینندگان شما رو مطلع کرده باشم، و ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار من قرار دادید.